درود میگم به همه بینندگان فارسی زبان در سراسر گیتی که بیننده هر هفته برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتن. دکتر آرتمیس جان خوش آمدید. سپاسگزارم از شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان این سری برنامه های جنبش رنسانس ایرانی، چه کسانی که اینها رو در یوتیوب میبینن یا در شبکه های دیگر اجتماعی با ما هستن. سپاسگزارم. دوستان امشب در مورد ابتذال کنونی دموکراسی در غرب هست. بانو آرتمیس، من و بینندگان عزیز صحبت های شما رو در این مورد میشنم. سپاسگزارم بانو افسانه گرامی. این موضوع دموکراسی یکی از موضوعهای بسیار پر چالش و در واقع بسیار دچار سوء تفاهم شده است در بین به ویژه قشر مردم معمولی جامعه که ممکنه آگاهی های دقیق یا مطالعات دقیق از مفاهیم سیاسی و سیستم های حکومتی نداشته باشند. یکی از مشکلاتی که ما در جهان امروز داریم اینه که خیلی از مردم واژه دموکراسی رو دارن با آزادی یا به اصطلاح آزادی بیان حتی اشتباه میگیرن و به خیالشون اینه که دموکراسی در واقع جعبه جادویی است و کلید همه مشکلات جوامع مختلف در سراسر جهان و اگه در جای دیگه دموکراسی باشه یعنی همه چیز خوبه. من برای اینکه نخست ما اصلا بدونیم که این انتقادی که ما به دموکراسی میکنیم فقط از سوی ما نیست، میخوام از کتاب جمهوری افلاطون براتون آغاز بکنم که چگونه خود افلاطون در 2000 سال پیش دیدگاه انتقادی داره از خود دموکراسی که در آتن اصلا ایجاد شد در جهان. در این کتاب جمهوری افلاطون از سوی خودش، از سوی سقراط در واقع استادش، روایت میکنه که سقراط اعتقاد داره رهبران دموکراسی یک مشت معمولا افراد بسیار سطحی. این از زبون خود سقراط، از زبون من نیست، این موقع بینندگان فکر نکنن این واژه‌ها رو من دارم خودم شخصا به کار میبرم. سقراط میگه رهبران احمق دموکراسی شکلی فریبنده از حکومت رو ارائه میدن که پر از بی‌نظمی است. نوعی در واقع میخوان برابری ایجاد کنن بین افراد برابر و نابرابر. در واقع افلاطون میگه که 5 نوع حکومت گوناگون از بهترین تا بدترین نوع رو فهرست میکنه. از دید افلاطون بهترین نوع حکومت قانونمند شایسته سالاره، چیزی که ما ایرانیان هم در پیش از اسلام همواره داشتیم رو افلاطون خودش اونو بهترین نوع حکومت میدونه. و بعد میاد میگه که انواع و اقسام حکومت ها هستن، یکی از اونها دموکراسی است که میگه دموکراسی به طور کلی در جوامعی به وجود اومد که جوامع هرج و مرج گرایی بودن و بدون وحدت درونی بودن. یعنی اون حکومت دموکراسی در جوامعی ایجاد شد که اون مردم اصلا کلا یک پارچگی نداشتن، وحدت درونی نداشتن و چون نمیتونستن یه نقطه نظرهای مشترک فرهنگی و ملی داشته باشن، اومدن و بنا رو بر این گذاشتن به جای دنبال کردن خیر همگان از انگیزه های شهروندان یا از تمایلات اکثریت افراد استفاده بکنیم. یعنی در واقع اومدن گفتن که چون ما نمیتونیم خودمون یک تصمیم گیری عاقلانه ای داشته باشیم و مردم با هم ریشه های مشترک ندارن، بنابراین بیایم بگیم که هر چی که اکثریت میگه همونو انجام بدیم. از دید افلاطون در جامعه‌ای که دموکراسی هست صدای افراد در واقع نخبه اصلا حتی ممکنه شنیده هم نشه در دموکراسی. از این رو عموم جامعه میان جامعه رو اداره میکنن و از اون جایی که عموم جامعه معمولا ناآگاهان هستند
یا افرادی هستن که هیچ صلاحیتی ندارن از نظر دانش کافی، مثلا سیاست، دانش اداره یک کشور، دانش اقتصاد، دانش مثلا علوم اجتماعی، دانش روانشناسی جامعه یا جامعه شناسی و امور مختلفی که در یک جامعه باید در نظر گرفته بشه برای اداره بهینه یک جامعه ندارن. بنابراین میگه که دموکراسی یعنی اداره جامعه توسط عموم احمق‌ها. این ببینید صحبت‌های من نیست، دارم از روی کتاب جمهوری افلاطون این رو براتون میگم. و افلاطون میگه دموکراسی هایی که در آتن هست، آتن اون زمان 2000 سال پیش که مهد دموکراسی است در واقع، به دلیل اشتباه گرفتن هرج و مرج با آزادی جای نقد داره. یعنی میگن که هرج و مرج جامعه یا هرچی که همه به طور کلی میگن رو مردم خود آتن هم اشتباه میگرفتن با آزادی و این فقدان در واقع نبود اون یک پارچگی یا وحدت یک پارچه ملت در دموکراسی آتن موجب شد که افلاطون به این نتیجه برسه که دموکراسی کلن مجموعه از افراده که فقط میان یک فضای مشترک رو اشغال میکنن به جای اینکه مجموعه افراد باشن که یه شکلی از سازماندهی سیاسی رو بتونن به مردم جامعه نشون بدن. به عقیده افلاطون در شکل دموکراسی میتونه به اشکال دیگری از انواع حکومت هی بدتر و بدتر بشه، یعنی تبدیل بشه به انواع دیگری از جامعه یا اداره کشور، مثلا بشه اولیگارشی که ثروت بیش از حد ارزش پیدا میکنه، یا مثلا بیاد یه حکومتی از گروهی بر عده دیگر در دموکراسی حاکم بشه، مثلا سرمایه‌داران بتونن بیان ارکان قدرت رو بگیرن و به مرور هم نابرابری و عدم توازنی ایجاد بشه بین بخش‌های مختلف یک دولت. مثلا گاهی قوه مقننه قوی میشه، قوه مجریه در دموکراسی ها ضعیف میشه. گاهی قوه مجریه قوی میشه و قوه مقننه قوانین بی خود و بی ربط و هرج و مرجی رو تصویب میکنه و به مرور قوه مقننه از اون ماهیت خوبش خارج میتونه بشه و ضعیف و ضعیفتر بشه. برای چی؟ برای که خب رأی اکثریته. به هنگامی که ده آدم متنفذ بتونن بیان رأی اکثریت رو بخرن، نماینده هایی که باید قوانین رو در مجلس تصویب کنن رو هم میخرن و به مرور میتونه قوانین به جای اینکه منافع ملی و کشور رو تامین بکنه، منافع اون گروه رو تشکیل بده تامین بکنه و قوانین از حالت استوارش تنزل پیدا کنه به تامین اهداف یک گروه خاص در جامعه، یعنی قوانین در اون جهت تصویب بشه در یک جامعه. بنابراین افلاطون اعتقاد داره دموکراسی میتونه انواع و اقسام دگرگونی ها رو در درون خودش ایجاد بکنه که هیچ کدوم اونها هم دنبال تامین منافع ملت یا کشور نباشن. و از سوی دیگه افلاطون قویاً بر این باور هست که فرزانگان، خردمندان و کارشناسان در دموکراسی نمیتونن قدرتشون رو به طور مؤثر به کار بگیرن و مردم به جای خردمندان و فرزانگان و کارشناسان زمام امور رو در دست میگیرن و فردی رو انتخاب میکنن که با خواسته های مردم میتونه بهتر بازی کنه به جای اینکه بهتر بتونه کشور رو اداره کنه. افرادی که بهتر با مردم بازی میکنن، بهتر به مردم رشوه میدن، بهتر مردم رو شستشوی مغزی میدن، میتونن آرای بیشتر مردم رو به خودشون جلب بکنن و از سوی دیگه دولت هایی میتونن به مسند قدرت برسن که به مردم مثلا بیان بیشتر از حد در یک موارد خاصی آزادی بدن، مثل همین اتفاقی که امروزه در امریکا میفته. دولت هایی که میان رأی میدن به این که مثلا LGBT ها آزادتر باشن، فضا رو بر اونا باز میکنن، بیشتر رأی میارن. دولت هایی که میان رأی میدن مهاجرین غیرقانونی همینجور سرازیرشن به کشور، بیشتر رأی میارن. دولت هایی که رأی میدن به این که اجازه میدن که پول مفت به مردم داده بشه و به جای این که افراد کارشناس یا افراد کوالیفاید، افراد تحصیل کرده، افراد سالم و کارآمدتری بیان مهاجرت بکنن به کشور، فقط اجازه میدن همین جوری مثل همین آمریکا که یه قرعه کشی میکنن سالیانه همین جوری رندوم از همه جای دنیا افرادی که میتونن توشون مجرم باشه، میتونه خلافکار باشه، میتونه آدمای
معیوب باشه، میتونه افراد مشکلدار زیادی باشه به کشور وارد شن بدون اینکه هیچ اقدام مثبتی برای اون کشور که اینا دارن وارد میشن اینا بتونن انجام بدن. همینطور درار وا میکنن آدمای بی خود و بدون انتخاب کردن و بدون اینکه ضروری باشه ورودشون برای اون کشور رو راه میدن و از این راه بهتر رأی میارن. بنابراین داره میگه که دولت میتونه در این گونه دموکراسی ها دولت میتونه به شکل چهارم یعنی استبداد یا حکومت اوباش تنزل پیدا کنه که متاسفانه ما نوعی از اون رو اکنون در آمریکا میبینیم. جانم، یعنی در حال حاضر دموکراسی یک بازی با واژه است برای فریب عموم مردم، برای جلب، برای گرفتن رأی از افرادی که قدرت تشخیص ندارن کدوم نوع حکومت یا کدوم حزب میتونن یک کشور رو به خوبی اداره کنن یا کدوم گروه یا جناح. و اینها میان که کسانی که افرادی که میان حالا کشورهای غربی امروزه در رأس قدرت هستن میان از افکار عمومی رو با رسانه ها تحت تاثیر قرار میدن و با کلمه دموکراسی رو میکنن یک واژه‌ای برای فریب. دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع دموکراسی چیزی ازش نمونده جز سوء استفاده افرادی که توانایی بازی با افکار ملت هر کشوری دارن. کاملاً درست میگی بانو افسانه. ببینین به عنوان مثال دارم میگم، یکی از این افرادی که بسیار تئوریسین های قوی در دانشگاه، استاد اقتصاد در دانشگاه آیداهو به نام جان تی وندرز، این استاد دانشگاه اشاره میکنه که پیامدهای قابل پیشبینی برای دموکراسی یکیش اینه که اکثریت مثلا یک کشور ممکنه تصمیم بگیرن ثروت و منابع رو به دست کسانی بدن که اونها رو فریب بهتر دادن، با احساساتشون بهتر بازی کردن یا وعده های دروغین بهتری میدن و معمولا این افراد خودشون فاسدترین و خطرناکترین افرادن. برای که افرادی که آدمهای خوبی هستن که نیازی نداره بیان مردم فریب بدن، معمولا خیلی چیزها رو روکراس به مردم میگن و با مردم بازی نمی کنن. مانند اتفاقی که در دوران ترامپ افتاد، ترامپ نیازی نداشت با مردم بازی بکنه برای که نه دنبال کسب ثروت بود از به قدرت رسیدن، نه نماینده حزب خاصی بود، برای اینکه اصلا خودش به طور مستقل اول وارد انتخابات شد، بنابراین نمیخواست منافع مثلا حزب دموکرات یا جمهوری خواه رو تامین بکنه. ولی بعدن خود خوب جمهوری خواه اومدن گفتن بیا ما مثلا برای تبلیغات برای تو خرج میتونیم بکنیم، تو به عنوان یک کاندید مستقل شرکت نکن، از طرف ما شرکت کن. اما وقتی که شما اکثر اوقات میبینید افرادی از یک حزب خاص به عنوان نماینده یک حزب خاص میرسن به اون بالا که به جایی برسن برای رأی گیری کاندید بشن مثلا از اون حزب خاص، معمولا 90% اوقات فقط اومده اهداف اون حزب خاص رو تامین کنه، چون افرادی که اومدن خرج تبلیغاتشو میدن یا افرادی که میان یه آدم رو میارن کاندید میکنن و از هزار توی خودشون فیلترهای خود اون حزب ردش میکنن تا به عنوان یه کاندید معرفیش بکنن، انتظار دارن اون کاندید موقعی که انتخاب میشه اهداف اون گروه رو تامین بکنه، نه الزاما اهداف مردم اون کشور، نه اصلا اهداف ملی و منافع یک کشور رو به طور کامل تامین قراره بکنه. برای همین در درجه اول اومدن از حکومت اکثریت، مردم رأی اکثریت رو میکشونن طرف خودشون با فریب و وعده های دروغین. جیمز مدیسون که یکی از رئیس جمهورهای ایالات متحده بوده، در جزء مثلا کسانی که این به اصطلاح نقدی بر خود دموکراسی نوشته، پیشنهاد کرده حکومت قانون به مراتب بهتر از دموکراسی است. دموکراسی همیشه منظره آشفتگی و مشاجرات بین دو حزب و هرگز سازگاری نداره با امنیت شخصی یا حقوق ملی یک ملت و معمولاً در همه عمر دموکراسی اون اندازه‌ای که دموکراسی کوتاهی داره و خشونت در کل انجام داده، هرگز حکومت‌هایی که حکومت قانون بودن یا حالا نوع انواعی ممکنه از حکومت‌های قانون، حالا به نوع‌های مختلف ما توی حکومت قانون به صورت یک جمهوری داشته باشیم یا به صورت یک پادشاهی داشته باشیم، اما منظورش اینه که
حکومت قانون مردم رو در برابر استبداد اکثریت محافظت میکنه، در حالی که دموکراسی میتونه استبداد اکثریت باشه بر بقیه جامعه. اکثریت هم عده‌ای هستن که فقط رفتن پای صندوق رای، ممکنه اکثریتی در جامعه خاموشن، اما اکثریت آرایی که میرن پای اون صندوق و در میاد از اون صندوق رو میتونه به صورت یک دموکراسی اون عده باشه بر تمام کشور. در واقع ماکیوالی خودش اعتقاد داره دموکراسی تمایل داره به پاسخگویی به تمایلات و هوس‌های مردم، یعنی از اون جایی که مردم خیلی ایموشنال و احساساتی هستن، ایده های نادرست رو میتونی با یه هیپنوتیزم کلی به مردم جامعه بقبولونی و مردم رو سرگرم بکنی. در نتیجه مردمی که اون ایده های نادرست رو پیروی کردن، اندوخته هاشون رو میتونن هدر بدن، یه حکومتی رو میارن سر کار و بعدن دیگه نمیتونن با تهدیدات اون حکومت بر خودشون مقابله بکنن. به معنی دیگه اینه که دموکراسی رو تنها حکومت قانون و حکومت شاه کاهن یا شاه فیلسوف ها میتونن بشکنن. یعنی چی؟ یعنی کسانی که شاه فیلسوف یا شاه کاهن، همون سیستمی بود که ما در دوران ساسانی داشتیم، شاهان خردمندی که بسیار بسیار ایدئولوژی قوی رو میتونستن پیاده بکنن و خودشون ایجاد کننده نظریات گیتیارایی یا اداره کشور و سیاست و جهان آرایی به اصطلاح بودن، و اینها چون منافع ملی و منافع کشور به همه چیز براشون ترجیح داشت، نمی اومدن بگن حالا اگه همه مردم میخواین فردا این کشور تکه پاره بشه پس ما میایم از رأی اکثریت استفاده میکنیم این کشور رو تکه پاره میکنیم، بلکه شاه فیلسوف ها همراه با حکومت قانون، که قانون حتی شاه هم در برابرش هم اندازه مردم در برابر قانون یکسان بود، موجب میشد که بیان و کشور رو به بهترین نوع اداره بکنن، به بهترین حالتی که برای خیر همگان در نظر گرفته میشه. از این رو همواره این رو اومدن نشون دادن. چندین قرن محققان اومدن بررسی کردن و دیدن این ناسازگاری های رأی گیری یا پارادوکس های رأی گیری از عوامل بسیار خطرناک دیگری است که در دموکراسی مردم رو تهدید میکنه، کشور رو تهدید میکنه، و میگن این ناسازگاری های رأی گیری یا پارادوکس های رأی گیری یا به اصطلاح خرید و فروش آرا یا عوام فریبی برای گرفتن رأی از عده یا مجموعه یا ملت، از نظر منطقی یک ناهماهنگی ایجاد میکنه در کشور و تضاد ایجاد میکنه. به عبارت دیگه تصمیم گیری های دموکراتیک به اصطلاح دموکراتیک در نفس خودش تضاد و مناقضات نقص ها و به اصطلاح چیزهای زیادی در تقابل های بسیاری داره، و در واقع میان میگن که مثلا جیسون برنان یکی از نویسنده های کتابی است به نام علیه دموکراسی، میگه نظام دموکراتیک بی اعتبار از این نظر که شایسته سالار نیست، عوام سالاره، اکثریت سالاره، نشایست سالار، و از این رو میگه به همه افراد یک جامعه حق رأی مساوی میده، در حالی که کسانی که اصلا میتونن صاحب صلاحیت رأی دادن نباشن و هیچ آگاهی ندارن راجع به اون چیزی که در موردش دارن رأی میدن، میرن پای صندوق و رأی میدن. این اتفاق ما در آغاز سال 57 در ایران دیدیم، افرادی که اصلا نمیدونستن به چی رأی میدن رفتن رأی دادن. در خود آمریکا هم همینطوره، افراد بسیاری مثلا مهاجرین غیرقانونی یا افراد مختلف که فقط رأیشون داره با عوام فریبی کشیده میشه پای صندوق رأی، میرن به یک چیزی رأی میدن که بعد توش میمونن، مثل انتخابات آمریکا همین انتخابات اخیر با همه اون تقلب هایی هم که تازه تو شد، اون عده‌ای که رفته بودن به اصطلاح به بایدن رای داده بودن، خودشون الان مخالفین اصلی همین حکومت فعلی هستن و دولت بایدن. برای چی؟ برای که دیدن که به کسی رای دادن که اصلا نمیدونستن دارن چیکار میکنن و خودشون دقیقا توی گل موندن به رأیی که دادن و اشتباهی که کردن و میزان تکس وحشتناکی که الان دارن در این حکومت فعلی میدن و تورم وحشتناک و افسار گسیخته‌ای که بر این کشور حکم فرما شده و اتفاقات بدی مثل بیکاری های گسترده و اتفاقات بسیار بدی که داره از نظر سیاست خارجی و داخلی در آمریکا میفته.
بانو افسانه، حالا میام به اینجا میخوام برسم. در آغاز دهه 80 ما یک فرایند اجتماعی در جهان ایجاد شد به نام سیاست‌های نئولیبرالی. نئولیبرال ها تحمیل کردن یک سری سیاست هایی که گفتن حالا این دموکراسی هم که بود ما یه چیزی هم میخوایم اضافه کنیم به همه این هرج و مرج دموکراسی، و استراتژیشون اینه که بیان هر کس صدای مخالف دموکراسی نئولیبرال رو دارن رو حذف بکنن. از این رو آمدن و گفتن که ما باید با هر آنچی که ناسیونالیسم یا ملیگراییست مخالفت کنیم. نئولیبرال ها اومدن این کارو کردن. و از طرف دیگه به چی میگفتن کلمه فاشیست و مرتب به کار بردن اینا؟ گفتن ما باید از یک هیتلر دیگه جلوگیری کنیم و این کلمه فاشیست رو شما به خصوص ما در انتخابات دوران ترامپ خیلی زیاد در محکومیت های دونالد ترامپ هر جا که میخواستن محکومش بکنن هی میگفتن ترامپ فاشیست. این واژه رو در واقع نئولیبرال ها بیشتر به کار بردن، گفتن این فرد میخواد در واقع ناسیونالیسم رو گسترش بده و ما باید جلوی ایجاد یک هیتلر دیگر رو بگیریم. حالا چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه میخواستن مردم آمریکا رو، صداهای ملی آمریکا رو سرکوب بکنن. سرکوب رأی دهندگان به منافع ملی در واقع مد نظرشون بود، در حالی که این موضوع ربطی اصلا به فاشیسم نداره و حتی فاشیسم، این چیزی که اینا به نام فاشیسم میخواستن تبلیغ بکنن، نوعی ارزش‌های ملی رو تخریب کردن و سرکوب هر آنچی بود که هویت ملی آمریکایی بود. پرچم آمریکا رو آتیش می‌زدن، هویت ملی، هر کس حرف می‌زد در مورد منافع آمریکا، یا بذارید آمریکا رو ما دوباره نیرومند بکنیم، یا بذاریم مردم آمریکا کار پیدا کنن، تولیدات آمریکایی بیاد جلو، اینا رو شروع کردن به سرکوب کردن. بنابراین ما اینجا یک مسئله می‌بینیم، مسئله‌ای که متوجه شدیم نئولیبرالیسم میخواد جلوی هر آنچه که در یک کشور موجب در واقع نیرومند شدن یک کشور به طور شخصی، به طور ملی، به طور اینکه اون کشور رو به طور کلی بیاد پروموت کنه یا سرآمد بکنه، میخوان جلو اینو بگیرن. حالا چه کسانی پشت این نئولیبرالیسم احتمالاً باید باشن که نمیخوان منافع ملی وجود داشته باشه؟ اون ابر سرمایه‌دارانی هستند که دیگه نمیخوان فقط قدرت دست صنعت باشه. حالا من اینو براتون میگم چی این رو داره ایجاد میکنه. نمونه واضحی که ما در جریان نئولیبرالیسم دیدیم اینه که آمدن گفتن جهان سرمایه‌داری نباید الزاماً رشد سریع اقتصادهای ملی باشه. چگونه باید باشه؟ ما باید از هیچی پول در بیاریم. یعنی دیگه آمدن گفتن در قرن 18 مثلا اروپا میگفتن که خب ما میخوایم بشیم صنعتی که از تولید صنعتی و رشد اقتصاد ملی تولید ثروت بکنیم، و آمریکا شد الگوی اروپا و ژاپن. تولیدات در آمریکا انجام میگرفت، کارگر آمریکایی میرفت سر کار، جنرال موتورز بود، انواع و اقسام کمپانی های آمریکایی بودن که تولیدات رو در این کشور تولید میکردن، مثل فورد، مثل بقیه کمپانی های بزرگ خودروسازی، کمپانی های صنعتی لوازم خانگی و امثال هم و صنعت نفت و غیره، و اینها تکنولوژی و تولیدات رو به کشورهای دیگه صادر میکردن، اول به اروپا بعد به ژاپن. بعد یواش یواش این نئولیبرال ها گفتن نه، معنی نمیده که ما بیایم و از تولید صنعتی ثروت بسازیم. ما باید بیایم با چی تولید ثروت بسازیم؟ باید بیایم از تکنولوژی اینترنت، تکنولوژی تلکامیونیکیشن ثروت بسازیم، که از دهه 80 این رشد رو شروع کرد. یعنی نئولیبرالیسم دقیقاً با تولید تکنولوژی تلکامیونیکیشن، مخابرات و اینترنت شروع کردن به تولید ثروت از تقریبا هیچی. اون موقع قرار بود مثلا کارخونه ماشین بسازه یا کارخونه تکنولوژی بسازه، هواپیما بسازن یا صنایع دیگر رو بسازن تولید کنن. الان اومدن نشستن فقط با سافت‌ویر، یعنی حتی تولیدات ملموس هم نبود، تولید چیزی نبود که من بیام بگم مثلا حالا اینو بگیر دستت.
تولیدات رفت شد تقریبا چیزایی که از ماهواره استفاده شد، تلکامیونیکیشن هایی که شبکه های موبایل رو آوردن، بعد اینترنت رو آوردن، سیستم های کامپیوتری رو آوردن و یواش یواش شروع کردن به سافت ویر فروشی یا نرم افزار فروشی و الان بیشترین میزان سود در جهان در سیلیکون ولی داره ساخته میشه. سیلیکون ولی در کالیفرنیا محل تولید آیتی و تکنولوژی های اینترنتی در جهانه و همین اینها هستن که دارن بیشترین میزان ثروت رو در جهان تولید میکنن بدون اینکه یک قرون بخوان تکس بدن. الان خود سیلیکون ولی که تمام این نرم افزارها رو دیولپ میکنن، اینها رو میفرستن به چین بدون اینکه یک قرون سرمایه بخوان در آمریکا تولید بکنن یا وام بدن یا چیزی در اینجا تولید بشه. تولید اینها رو تکنولوژی های کامپیوتر و موبایل و بقیه نرم افزارها و سخت افزارهای مربوط به تلکامیونیکیشن و همه اینها رو دارن در چین یا کشورهای آسیایی دیگه تولید میکنن با کارگری روزی 20 سنت و همه اینها شروع کردن به پولهای میلیاردها و تریلیاردها ساختن و اینها شروع کردن به اداره جهان. آن زمانی گذشت که یه شرکت هند شرقی بود و شرکت خلیج هاتسون که مالک یه کشتی بودن یا که سیستم کشتیرانی بودن یا بیزنس های تجارت جهانی و این حرفا، الان دیگه تجارت تکنولوژی شده و همه اینها با تولیداتشون تریلیون ها دلار سود تولید میکنن بدون اینکه هیچ کس بدون دارایی های اینها چقدر هست و سرمایهشون چقدره و ثروت های وحشتناکی که اینا تولید کردن داره کاری میکنه که به نوعی شده دستای پشت پرده اداره سیاستمداران جهان، اداره اقتصاد و اداره سیاست و اداره به اصطلاح دستای پشت پرده ریاست جمهوری ها، حکومت ها، نماینده های مجلس و امثال هم و همه اینها شدن با این شبکه های اجتماعی که در ظاهر به نظر میاد ما از شبکه اجتماعی درست کردیم، یک قرون هم از مردم پول نمیگیریم، میلیون ها و میلیون ها آدم در سراسر جهان، شاید بیلیون ها آدم مثلا جز فیسبوک هستن یا از آمازون دارن خرید میکنن یا این یا اون، ما فقط داریم خدمات به مردم ارائه میدیم و پولی هم از مردم نمیگیریم، در حالی که تمام اینها هستن که شروع کردن در انتخابات آمریکا با دخالت‌های مختلف، با خفه کردن صداهای مخالف جناح خودشون، مخالف دموکرات‌ها، شبکه‌های اجتماعی افراد مخالف رو بستن، صداهای مختلف رو خفه کردن، سانسورهای گسترده ایجاد کردن و افرادی که اووردن به عنوان در واقع آیکون‌هایی که مردم رو با اونها بازی دادن. یک زمانی خواهد رسید که مردم جهان متوجه میشن که امثال مثلا فرض کنیم کارداشیان ها در جهان فقط یک مدل یا مانکن یا یک شبکه ای از مثلا سلبریتی های هالیوودی دیگه اینها نیستن، بلکه اینها هستن که دارن انتخابات رو رهبری میکنن. کیا هستن که میان؟ اینا میان میگن ما به این رای میدیم یا میان به اون رای میدیم. منظور من متوجه نمیدونم میشین که منظور من اینه که کاری که هنرمندپیشه های توی ایران انجام میدن، یعنی همیشه ساکتن موقع رای گیری و انتخابات. آفرین. و جلو دوربین میشینن و میگن که مثلا ما یا حالا غیر علنی یا غیر علنی معروف تشویق کنم به رای دادن به کاندید مورد نظرش. آفرین. در واقع شما مردم طرفدارشون هستن و پیروی میکنن دیگه طبیعتا. دقیقاً همینطوره. دقیقاً این که شما الان اسم از دموکراسی مونده و کاملاً مفهوم حتی آرای مردم یا صدای باز رو شما دارید میبینید. در اتفاقی که در کانادا افتاد که 40-50 هزار راننده کامیون اومدن اعتراض بکنن در محدودیت‌های بگیر و ببند کرونا که میگفتن اینا همش بازیه، میزان آدمایی که در کانادا یا در استرالیا مردن بسیار در سر کرونا کم بوده، اما زیان اقتصادی این لاکداون ها یا بگیر و ببند هایی که به خاطر کرونا انجام دادن، همه جا رو تعطیل کردن و مردم رو خونه نشین کردن، بیزینس های کوچیک رو ورشکست کردن، خیلی تاثیر اقتصادیش وحشتناکتر بوده از تعداد آدمی که مرده. هنگامی که مردم اومدن این اعتراضا رو بکنن، دیدین چگونه بزن و بگیر و ببند و ارتش رو بیارن و پلیس رو بیارن و مردم رو خفه بکنن، با باتون کتک بزنن، گاز اشکاور پخش بکنن، با اسب از روی مردم در کانادا رد شدن و
در همین امریکا هم دیدین که تظاهراتی که مردم میکنن علیه کرونا یا در استرالیا یا در اروپا همش دارن این در واقع گلوبالیست ها یا این نئولیبرال ها اینها رو سرکوب میکنن و عملا حتی اون چیزی که به اسم دموکراسی یا صدای آزاد مردم یا آرای اکثریت هم هست حتی سرکوب میکنن، فقط آرای اون گروهی که خودشون میخوان رو اجازه میدن و صدای کسانی که خودشون میخوان رو اجازه میدن. جهانی که این دموکراسی فعلی داره در واقع در جهان در آینده در نظر در جلوی چشم ما هست، متوجه میشید که این نوع اقتصادی که در انحصار مستقیماً این شبکه های آیتی و در واقع سیلیکون ولی مانند ها هست، 84% شرکت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی مثل همین فیسبوک در اختیار سهام 84% سهام اینا در اختیار 10% شیرهولدر ها هست یا سهامداران هست و در واقع دسترسی مردم عملا به سهام اینا و اجرای سیاست هایی که صدای عموم مردم باشه اصلا وجود خارجی نداره. یعنی مردم به چیزی دارن میرن رأی میدن که اصلا وجود خارجی نداره. مردم درباره دموکراسی صحبت میکنن، دارن درباره چیزی صحبت میکنن که اصلا وجود خارجی نداره. اگه مارک زاکربرگ رو میبینین صاحب فیسبوک 28% از شرکت به نام خودشه، در واقع این شامل 60% حیاتی از سهام کلاس 20. یعنی فیسبوک موجودیتی است که از نظر مقیاس با یک دولتی قابل مقایسه است و وظایف اونو داره انجام میده، در این حالی که اسمش هست من فقط یک شبکه اجتماعی دارم و فقط دارم به اشتراک میذارم قدرت سیاسی آموزنده رو، در حالی که چنین چیزی نیست. مارک زوکربرگ داره سیاست‌های اون بخشی که فقط سهامداران عمده هستن رو انجام میده و صدای افراد مخالف رو با بستن شبکه‌های اجتماعیشون مثل خود من، با بستن اونها صدای افرادی مثل من یا شما رو خاموش میکنه برای همیشه و در نتیجه انحراف کامل اقتصادی دارن اینا ایجاد میکنن. ارزش آمازون و فیسبوک و امثال هم تسلا و خیلی از این شبکه ها اینها به بالاترین حد خودش در بازار سهام رسیده و این یک عواقب مالی وحشتناکی برای مردم در آینده داره. چرا؟ چون ارزش گذاری های متورم به قول های سیلیکون ولی اجازه میده انحصارات خودشون رو حفظ بکنن. اونا همشون میتونن بی نهایت پول نقد رو در واقع برای دستیابی به فناوری های جدید یا رقیب برای خودشون جمع‌آوری بکنن و ارزش گذاری این شرکت های هدف هم نهایتاً توسط اینا انجام میشه. یعنی اینا میان شرکت های دیگر رو میخرن، شرکت ها رو در هم ادغام میکنن و سودهای اولیه اینها یک اولیگارشی تسخیرناپذیری در واقع داره از این صنعت اینترنت و سهام و اموالی که داره این پشت اینها با هدف گذاری مخصوص نئولیبرال ها انجام میشه، دارن همه این نیروی کار امریکا رو از بین میبرن. چرا؟ برای که نئولیبرالیسم مفهوم کار رو، زحمت برای به دست آوردن پول رو در جهان از بین برده. مردم همه عاشق به دست آوردن پول ارزون و مجانی شدن و همینه که میبینید این همه آدم، میلیون ها آدم افتادن تو کار یوتیوب و به اصطلاح شدن اینفلوئنسر یا توی اینستاگرام یا جاهای مختلف فقط میشینن جلو دوربین ها و چرند و پرند به هم میبافن و اینها شدن تاثیرگذاران بر جامعه و به اینها امثال یوتیوب یا امثال اینستاگرام یا فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی پول های کلان میدن. یعنی اینها بدون این که زحمت واقعی یا کار با عرق جبین یا کار تولیدی انجام بدن، عملا پول آسون برای هیچ میگیرن و این مفهوم کار واقعی رو در جهان از بین داره میبره. و سرمایه گذارانی که می اومدن زمانی در صنایع سرمایه گذاری می کردن، کشورها تولید می کردن، مردم کار می کردن، تو خود آمریکا مردم در نسلی که پدر من وارد آمریکا شد دهه 1960-62 مردم آمریکا روزی 14 ساعت کار می کردن و اون کار وحشتناک بود که کشورها رو می ساخت. الان
دیگه مفهوم کار کن تا پول در بیار از بین رفته در همه جای دنیا و نیروی کار اصلا وارد کار سیاه، کار بیمنی، کار الکی در واقع شده، کار به اصطلاح بهش میگن کار بیهوده و ما اتیک کار رو از بین بردن اینها در جامعه و دیگه کسی دنبال صنعت و تولید و این حرفا نیست. همه دنبال اینن که بیان از طریق سهام، خرید و فروش سهام، خرید و فروش به هر حال انواع و اقسام چیزهایی که واقعی نیست. شما وقتی که در یوتیوب یک کانال میزنید و پول و با افراد رو جمع کردن و نگاه کردن به یوتیوبتون یا اینستاگرام توی هر جای دیگه پولهای کلانی میگیرید، این یعنی اینکه شما اصلا کار درستی نمی کنید و همین موجب شده هم اهمیت کار از بین بره، هم اهمیت اخلاق و هم اهمیت ساختن و در واقع سازندگی از بین بره. در نتیجه فرزندهای نسلهایی که میان به جهان هیچ چیزی از پدر و مادرشون بهشون نمیرسه. اینها نسل‌های شکست خورده‌ای هستن که شغل‌های به اصطلاح دیوید گرابر به این شغل‌ها میگه شغل‌های مزخرف که جایگزین شده و 50% مردم جهان رو داره میبره یواش یواش به شرایط پیش از صنعتی شدن و فقیرتر کردن. امروزه در آمریکا چیزی حدود 40 میلیون انسان زیر خط فقر داریم و سالی و 5.5 میلیون آدم در همین الانی که من با شما صحبت میکنم زیر حتی حد جهان سوم دارن زندگی میکنن. 5.5 میلیون نفر فقط زیر خط فقر نیستن، در شرایط جهان سومی زندگی میکنن. میلیون ها آمریکایی و میلیون ها غربی این درد رو و این وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی که داره به مرور نئولیبرال‌ها کل جهان رو به سمتش میبرن و دارن با داروهای مخدر گوناگون کاهش میدن و شما میبینید که این نئولیبرال‌ها چگونه تلاش دارن انواع مواد مخدر رو در همین دموکراسی‌هایی که میبینید گسترش بدن تا مردم دردهاشون رو با داروهای مخدر با امثال ماریجوانا و بعد نوعای شدیدترش کمیکال، داروهای شیمیایی و مصنوعی که تمام اینها مغزها رو پس از یک زمان کوتاهی از بین میبره و به مرور هم افراد جان خودشونو دارن از دست میدن، با تبلیغات بیپایان در ایالتهای شما میبینید که تبلیغ و ترویج این مواد مخدر آزاد رو دارن میکنن و این تغییرات داره نه تنها آمریکا رو از بین بره که به طور کلی جهان در واقع ابرقدرت هایی که یک زمان کشورهای صنعتی و سازنده بودن و خراب میکنن، بلکه وضعیت مصرف کننده ها رو در جهان داره نامطمئن میکنه. الان تمام این کشورهایی که روزی جهان اول بودن وابسته شدن به نیروی کار ارزان آسیایی، یعنی به طور اخص چین، هند، ویتنام و فیلیپین، و در واقع روز به روز تولیدات از این کشورهای جهان اول، همین کشورهایی که به اصطلاح دموکراتیک بودن، خارج میشه به سمت کشورهای آسیایی. الان در خود آمریکا ممکنه 1 تریلیون دلار بدهی های کارت اعتباری مردم آمریکاست، مصرف کنندگان آمریکایی 1.5 تریلیون دلار وام دانشجوی مردم بدهکارن، 1.3 تریلیون دلار بدهی ماشین خودروهاشون رو مردم دارن و 10 تریلیون دلار وام مسکن در آمریکا مردم متحملن و اینها یک مقدمه است بر آشفتگی نسل آینده و تلاش‌های کنونی برای در واقع جدا کردن ثروت از جامعه آمریکا که هی روز به روزم این حالت داره بیشتر میشه. سرمایه‌داری روباتیک داره، همین فناوری‌های جدیدی است که سیلیکون ولی و امثال هم روش دارن سرمایه‌گذاری‌های کلان کردن. روباتیک میاد جای نیروی کار انسانی رو میگیره، خودروسازی هایی که هیچ پول کارگر نمیدن دیگه برای تولید خودرو، در نتیجه خیلی ارزانتر پای اون تولید کننده تموم میشه، اما ارزانتر به مردم فروخته نمیشه و این موجب میشه فقط اون افرادی که دنبال اون فناوری های روباتیک و فناوری های سیلیکون ولی روز به روز بیشتر هستن، اونها سرمایه دارتر میشن
و مردم آمریکا بسیاری از مشاغلی که یک زمانی در بخش‌های مثل معماری، حقوق، حسابداری، تدریس، پزشکی و اینها وجود داره، داره این مشاغل رو منسوخ می‌کنن و بسیاری از اینها جذب ثروت‌ها دارن، جذب شرکت‌های تکنولوژی فقط میشن. و در نتیجه طبقه متوسط که این طبقه پیشه‌ور بودن، همینه که بهتون میگم معمار، حقوقدان، حسابدار، معلم، پزشک، اینها روز به روز دارن باریکتر میشن، از بین میرن و کلن دارن نابود میشن و مشاغل پردرآمد داره میشه مشاغلی که بهتون گفتم مشاغل مزخرف، بیکارگی، پول درآوردن های راحت و بدون مدیریت های انسانی که تا کمپانی ها رو اداره کردن، ماشین رو جایگزین کردن و دیگه طبقه متوسط نمیتونن هیچ پسندازی داشته باشن که پسنداز و دارایی و وضعیتشون رو به فرزندانشون واگذار کنن در نسل آینده. و همین موجب میشه که کارگران کارخانه های مثل فولادسازی، کشتی سازی، معادنی مثلا زغال سنگ، غیره غیره و خیلی از مشاغل دیگه از بین بره و این موجب فروپاشی طبقات متوسط به پایین جامعه آمریکا میشه و این موجب دلسردی نخبگان جامعه آمریکا میشه و این موجب میشه که مردم مثل افراد مسخ شده به سمت فقط کمپانی های بزرگی که توش یا سهام دارن یا ازش برای اونها دارن یه جورایی حالا واسه خونه هاشون یا اینها کار میکنن، فقط چشم امیدشون به درآمد از اون کمپانی ها باشه. و این روند به ویژه پس از کرونا در غرب بسیار تسریع شد. یکی از عوارضی که این ایجاد این میکروب دستساز و پخشگرش در جهان داشت اینی که بسیاری از مشاغل واقعی رو اینها از بین بردن، به مشاغل تکنولوژیک و از خونه کار کردن فضای مجازی بردن و بسیاری از بیزینس های کوچیک مردم ورشکست شد. عوضش در همین دوران کرونا خریدهای آنلاین رو بیشتر کردن و بیلیون ها و تریلیون ها دلار سود سرازی شد به کشورهای، به کمپانی های مانند آمازون یا والمارت یا خریدهای دیگر آنلاین و به جای اینکه پلتفرم های واقعی کار باشه پلتفرم های دیجیتال قوی شد. و برای همین مثلا شما دیدین جف بزوس اولین فردی بود که 200 به اصطلاح تریلیون دلار یهو پول در آورد و دیدین که به طور همزمان زیرساخت‌های مثلا توزیع آنلاین رو گسترش دادن و جهان رو بدون فروشگاه میخوان تبدیل کنن، به جهانی بدون فروشگاه میخوان جهان رو تبدیل کنن، همونجور که ماشین‌ها رو میخوان به ماشین‌های بدون راننده تبدیل بکنن. و همه اینها میبینید که امثال بیل گیتس ها، مایکل بلومبرگ ها، اریک دشمیت ها و همه اینها با تبلیغ این هوش مصنوعی یک تهدید بسیار سمی است برای تبلیغات ضد بشری که طرفدارانی هم الان داره و به مرور بدتر میشه و ما از همین الان مردم رو پذیرفتوندن که به مردم اینو پذیرفتوندن که ماشین ها تشخیص بهتر از شما میدن، بیماری ها رو ماشین ها تشخیص بدن، رانندگی رو ماشین ها براتون بکنن و ما به زودی خودمون رو با یه حکومت جهانی تکنولوژی فقط مواجه میبینیم و سیستم قانونی الگوریتمی. به همین روی ما خواهیم دید که جهان آینده جهانی است، این نئولیبرالیسم جهانی است که همه ماها رو خیلی راحت در قالب همین دموکراسی، همین رأی اکثریت، مردم اینو میخوان، بدوین بیاین پایین صندوق رأی بدین، ما داریم اینا رو تشویق میکنیم، ما داریم اون کارو میکنیم و مردم به طور کاملا خود باخته و عقل باخته پای صندوق های رأی رفتن و با میل خودشون به کسانی رأی دادن که اربابشون همین افرادی هستن، همین سیلیکون ولی ها، همین تکنولوژی های مجازی و تکنولوژی های هوش مصنوعی و تکنولوژی های اینترنتی که داره جای زندگی و مشاغل انسانی رو میگیره و برای نسل بعد از ما خدا میدونه آیا مشاغلی خواهد ماند که فرزندان و نوه ها و نتیجه های انسان های کنونی در اونها بتونن کار بکنن. و بعد اون وقت خواهیم دید زمانی خواهد رسید که کار برای انسان‌ها که نخواهد بود، بعد شروع می‌کنن نقشه می‌کشن حالا چجوری انسان‌هایی هستن رو کم بکنیم و از بین ببریم چون ما دیگه به این همه آدم نیاز نداریم برای مشاغل گوناگون.
و حالا بیایم از یک سیستم های استفاده بکنیم که باز مردم به طور خودخواه خود باخته و از روی میل بیان با ما همکاری بکنن و شروع بکنیم مردم رو کاهش بدیم تا به جایی که فقط به تعداد کافی که ما نیاز داریم انسان باقی بمونه، ولی ثروت ها روز به روز دست اونها بیشتر خواهد شد. بانو آرتمیس، حالا به نظر شما چه راهکاری برای این قضیه هست؟ آیا آگاهی بیداری مردم برای مقابله با این سیاست ها میتونه جلوی این فجایع رو بگیره یا نه؟ کاری از دست کسی بر نمیاد. بله دقیقا همینه. ببین های هنگفت میکنن برای راضی بگیرن همه چی رو، آیا راهی برای مقابله با این سیاست غلط در نام دموکراسی وجود داره در دنیا برای مردمی که معلومی ببین سالها بعد چه اتفاقی برای کره زمین خواهد افتاد یا برای همین افرادی که مثلا اومدن سن نهایت سن مفید زنده بودن رو بکنن تا 60 سال زمانی که چون شدید کار کنی، یا نه مثلا الان که همین واکسن کرونا رو اومدن گفتن که بیشتر پیرها رو خیلی در قرار نمیدونم از بین ببرن دقیقا همینطوره. چرا؟ ببین اون یه بخش مهمتری این بازی داشت از بین بردن انسان ها. فعلا نقش عمده‌ای که به نظر من کرونا در جهان داشت از بین بردن اقتصاد تولیدی جهان بود. یه جورایی شما همه جهان دیدیم با رکود اقتصادی مواجه شد، تولید در همه جهان کاهش پیدا کرد و مشکل بسیار بزرگی که ایجاد شد در همه جهان اینه که مردم جهان دیگه راستشو بخوای خودشون جرأتم نمی کنن حرف بزنن. یعنی یک جوری اومدن هر صدای مخالفی رو سرکوب کردن که الان مردم دارن به چشمشون میبینن بیداری ملت ها اینگونه داره صورت میگیره که شما میبینید در اروپا تظاهرات وسیع علیه کرونا داره میشه. فقط به خاطر این نیستش که ما داریم یعنی این مخالفتی که مردم میکنن با این بگیر و ببند ها و این لاکداون ها و شاددان ها و این که اداره ها رو ببندی مردم نران پابلیک ترانسپورت رو ببندی همه چی رو میخوان ببندن، این اعتراضی که مردم میکنن یه دلیل مهمش دلیل اقتصاده. میگن شما همه بیزینس ها و طبقه متوسط رو از بین بردین و همه چی رو کردین آنلاین. خب ببین وقتی که اینا مردم رو نشوندن تو خونه، میدونی چند تریلیون دلار اقتصاد برگشت به خرید مجازی؟ و خرید مجازی رو من و شمای عادی که انجام یعنی من و شما که تولید کننده اون اجناسی نبودیم که آنلاین داشتن فروخته میشدن، چون اون اجناس داشت همه به طور عمده از چین وارد میشد و این کمپانی های مثل آمازون و مثلا علی بابا یا مثل نمیدونم اتسی این خریدهای آنلاین یا مثل والمارت یا امثال هم. خب اینها اجناسشون همش از چین بود. تامین کننده این کالاها من و شما نبودیم، خود این کمپانی های قولاسا اجناس رو آوردن و شروع کردن به تولید، مردم رو ترغیب کردن به جایی که برن دم مغازه های خصوصی و خرید و تجارتشون انجام، حتی خرید های سوپرمارکتی مردم شده بود آنلاین. و همه اینها مردمی که دارن اعتراض میکنن با این بگیر و ببندها برای که دارن تأثیر اقتصادی این کرونا رو در تخریب اقتصاد جهان و طبقه متوسط میبینن و کاراشون رو مردم از دست دادن. عده بسیار زیادی آدم ها بیکار شدن و این کارا برگشت رفت به صورت اینترنتی شد و دیگه خیلی از مردم دیگه کار ندارن. خیلی از شرکت ها حتی برای که موقعی که فروشگاه ها با بود کلی آدم توی فروشگاه کار میکرد، فروشنده بود یا مثلا طبقات کالاها رو پر میکردن، کار حمل و نقل بودن، این بودن اون بودن، همه اینا از بین رفت و مردم بسیاری هم تا بیکار شدن. برای همین بیداری های ملی صورت گرفت. در استرالیا مردم تظاهرات کردن، به شدت سرکوبشون کردن، همین دولت های که توسط این نئولیبرال ها و گلوبالیست ها دارن هدایت میشن، کانادا همینطور، آمریکا همینطور، اروپا همینطور. این بیداری های ملی به مرور بیشتر و بیشتر میشه و بعد تازه مردم میفهمن که نه این بازی هایی که ما در آوردن و اون افرادی که سرمایه‌گذاری های افسار گسیخته ای که دولت ها رو روز به روز کوچولوتر و کوچولوتر میکنن این سرمایه‌دارها و همه چی میفته دست سرمایه‌دارها. شما ببینید زندان در آمریکا دست بخش خصوصی، مگه هم چیزی میشه در دنیا؟ زندان ها رو بخش خصوصی دارن میسازن و اجاره میدن به دولت و همین موجب میشه که بسیاری از افرادی که در آمریکا حکم مرگ میگیرن
اینا میان این زندان‌دارها که خودشون یکی از بزرگترین بیزینس هاست در آمریکا، جلوی اعدام ها رو میگیرن. چرا؟ برای که هرچی زندانی بیشتر بمونه تو زندان، مادام العمر بشه حبس ابد و جلو اعدام زندانی ها رو بگیرن، زندان ها پر جمعیت تر میمونه و بیزینس اینا پر رونق تر. برای هر یک زندانی اینها دارن دولت فدرال، و چون دولت خودش چیزی نداره، سرمایه همش دست افراد خصوصیه در دولت های دموکراتیکی مثل این امریکا، دولت خیلی کوچیکه، دولت پولی نداره، سرمایه های ملی به جایی که در اختیار مردم باشه دست سرمایه داراست، و حتی چاهای نفت، حتی منابع آهن و روی و طلا و نفت و هرچی گاز و هرچی که تو امریکا هست دست افراد خصوصی است، دست دولت نیست. برامن دولت حتی خودش پول نداره زندان بسازه. بعد زندان‌ها رو میان بخش خصوصی میسازن، برای هر یک زندانی در سال چند میلیون دلار از دولت آمریکا پول میگیرن برای نگهداری هر یه دونه زندانی. و اینا میان قوانینی رو با خرید اون نماینده هایی که تو مجلس هستن و سیستم قضایی و این برای اون بر که بیان حکم زندان رو، حکم اعدام رو لغو بکنین در همه استیت، سعیشون رو میکنن. حتی استیت هایی که، ایالت هایی که حکم اعدام دارن، این حکم های اعدام 20 سال و 30 سال انجام نمیشه، یعنی افراد میمونن رو خط اعدام تا 30 سال میکشونن الکی زمین، هی دادخواست میدن، هی تجدید نظر میفرستن، هی نمیشه، هی میشه، هی نمیشه. 20 سال مردم میکشونن که یه زندانی که بعد امروز اعدام بشه 20 سال دیگه اعدام نشه، تو زندان بمونه. و هر زندانی که میره روی خط اعدام، یعنی میذارنش روی ردیف، به اصطلاح میگن دت رو، یا روی خط اعدام قرار میگیره که باید بره برای اعدام، 20 سال بهش اتاق اختصاصی میدن با تلویزیون و تخت و زندگی و کتاب و همه چی، کتابخونه و همه چی. یعنی زندانی که میره توی خط اعدام اصلا از اون زندان عادی هم جدا میشه، مثل هتل 5 ستاره در اختیارش قرار میگیره، چون که میگن این حقوق بشر و این حق داره تا روزی که اعدام میشه حق خوب بهش بدیم، زندگی خوب بدیم، خوراک خوب بدیم. و میبینی 20 سال یه زندانی محکوم به اعدام نمیشه تا خودش توی زندان یا در سر سرطان میمیره یا سکته میکنه. اکثر زندانی های محکوم به اعدام در آمریکا نمی میرن تا به مرگ طبیعی خودشون بعد 20-30 سال میمیرن، و این 20-30 سال اینا مثل هتل 5 ستاره اداره میشن، چون اسمش هست مریض، یعنی زندانی اعدامی، از زندان عادی جداشون میکنن، میرن برای خودشون یه هتل سویت مانندی بهشون تو زندان میدن. و اینا نفری 7-8 میلیون دلار خرج دارن در سال برای دولت فدرال، از سکیوریتی اینا به سا امنیت اینها تا فکر کن خوراکشون، تا تامینشون، درمانشون، بیمهشون، سرگرمیشون، هزاران خرج برای اینا میترشن برای دولت. شما باورتون میشه شما همچه اتفاقاتی در همین کشور دموکراسی؟ وقت کی پولای اینا رو میده؟ ما آدم هایی که اینجا کار باید بکنیم و تکس میدیم و مالیات میدیم، اینا هم مالیات های مردم میره. خود دولت که خودش پولی نداره که، دولت تنها درآمدش در مالیات مردم، و مالیات ما به جایی که بیاد خرج بشه برای آموزش و پرورش این همه بچه ای که زیر خط فقر، 40 میلیون آدم که بچه ها اینا همشون دوز و جنایتکار بار میان، اون سیاه ها و بدبخت هایی که همه دارن بچه هاشون مجرم و زندانی و خلافکار در میان، به جایی که خرج اونا بشه، زندانی محکوم به اعدام 30 سال ما هم تو خرجشو میدیم تا روز که بمیره و اعدامش هم نمیذارن بکنن. یعنی به نام حقوق بشر، به نام حقوق پشت این کلمه بیزینس دموکراسی دارن بیزینس میکنن. بیزینس آفرین، بیزینس زندان داریم اینجا، بیزینس مثلا نمیدونم مدرسه داریم، بیزینس هر چی شما اینجا فکر میکنی یه بیزینسی پشتش، یک تجارتیه، یک دکون و دستکی پشتش هست، و همه اینها دارن تأثیر میذارن روی نمایندگان مجلس، نمایندگان فلان، یا روی قوه دادگستری، یا این بر یا اون بر، و اینها این قوانین رو میگذرونن، و این قوانین رو به نفع کسانی میگذرونن که از پشت دارن اینها رو تبلیغ میکنن. الان من بخوام، همین من بخوام اینجا بیام برم بشم سناتور یه جا یا نماینده مجلس یه جا، من که هیچ وقت نمیتونم بشم، مگر من یه آدمهایی بیان پشتم وایستن و منو تبلیغ کنن، میلیون ها دلار بر من خرج کنن، منو به عنوان یه نماینده مثلا از فلان مرکز بخش، مثلا از فلان روستا، مثلا منو تبلیغ بکنن به عنوان نماینده فلان روستا، فلان بخش، فلان جای دور افتاده.
همین منی که میخوام تبلیغ بکنم، من که آفرین، بعد من اصلا منو انتخاب نمی کنم. ببینید میان اینا همش بازیه، شما باید یک کسی باشین که خیلی عروسک خیمه شب بازی خوبی باشین. و امروز عروسک خیمه شب بازی کاتگوری های مخصوص خودشو داره، یا سیاه‌پوستی، یا جزء ماینوریتی یا اقلیت هایی، مثلا میگن people of color، افرادی که رنگین پوستن، حالا یا تو میتونی زرد پوست باشی یا سرخ پوست باشی یا سیاه پوست باشی یا مثلا میگم هندی باشی یا فلان، یا جزء اون LGBT باشی، یعنی هم جنسگرا باشی یا این باشی یا اون باشی، یا جزء یه قشری باشی که مثلا بهت میگن جزء مثلا قشر ماینوریتی جمعیت. شما باید تو این کاتگوریا بجنبی بگنجین که بیان شما رو تبلیغ کنن، مسلمان باشین، حجاب داشته باشین، یه لچکی رو سرتون باشین، یه چیزی باید باشین. آدم سفید پوست معمولی رو نمیبرن تبلیغ بکنن، و اون آدمی که مخلوط میبرن تبلیغش رو میکنن و میبرن به عنوان سناتور میفرستنش یا به عنوان نماینده مجلس میفرستنش تو مجلس نمایندگان، این آدم بعدن باید قوانین رو رأی بده که اونا میخوان. من یه قانونی که داره تو مجلس تصویب میشه، من مثلا میام یه لایحه میبرم من که برام آقای ایکس و آقای ایگرگ تبلیغات کردن و جز میلیاردرها هستن، حالا اونا یه قانون میدن دستم میگن این لایحه رو ببر تو مجلس تصویب کن، ببر بذار رو میز، بعد برات ما بقیه هم ترغیب میکنیم بیان بهش رأی بدن، بعد اونا 10 تا آدم دیگه، 50 تا آدم دیگه مثل منو اینا خریدن اوردی قبلا و نماینده های خودشون هم فرستادن مثلا تو مجلس، و اینها میان رأی میدن به نفع اون لایحه‌ای که اینا میخوان بگذره، و نماینده های اینا همشون هم کار خرابن. برای چی؟ برای که میبینیم مثل اون ایلهان عمر، اون خانم محجبه سودانی، نمیدونم سومالیایی کجاست، که این خودش اصلا غیر قانونی مهاجرت کرده به این کشور، اومده زن برادر خودش شده، تقلب مهاجرتی کرده، گفته این زن به عنوان زن برادرش پاشده اومده امریکا، و بعد این خانم در آفریقا شوهر داشته، بعد شوهر خودش هم برش آورده، و بعد که الان همه مردم میدونن که این خانم با تقلب انتخاب، با تقلب مهاجرتی اصلا اومده آمریکا و الان نماینده دموکراتاست، هیچ کسش کارش نمیکنه. هیچ کسی خانم رو محکوم نمی کنی، خانم حتی به عنوان متقلبی که شما به تقلبی اومدی وارد این کشور شدی اقامت گرفت، نمی گیرم بندازنش بیرون، سر جاش محکم هم میشینه، نماینده مجلس هم هست، مرتب هم میان مزخرف میگه تو مجلس، قوانینی هم تصویب میکنه که کاملا مخالف منافع مردم آمریکا و کشور آمریکا، ولی منافع اونایی رو تامین میکنه که از پشت تبلیغش کردن و آوردن کردنش نماینده مجلس. و این گند فاضلابی است که دموکراسی در امروز روز در غرب داره، و نه تنها در امریکا، این وضع تو کانادا الان داریم میبینین، این وضع تو استرالیا میبینین، این وضع تو اروپا، هر جایی که اسمش هست کشور دموکراتیک، این اون نفس دموکراسی است که انقدر مردم باهاش میفریبن و انقدر برای مردم خطرناک امروز روز. البته من یه مسئله رو من گنگا کنم با آرتبیسی، الان نشینم دوباره سوش استفاده کنم از این ویدیو بگن که با آرتبیسی و افسانه گفتن که دموکراسی ببینید نه فقط در ایران نیست، در همه جای جهان همینه. نه، ما داریم میگیم که پشت این کلمه چه جنایت هایی پنهان شده، و هیچ چیزی در جهان هر چقدر وضعیت جهان خراب باشه، این رو به بیننده های از این جنایت ها و سرکوب‌هایی که جمهوری اسلامی در طول این 4 سال‌ها انجام داده رو اصلا بحث قیاس نیستش. بس این ما میگیم که جهان را دارن گلوبالیست. اتفاقا بانو افسانه، جمهوری اسلامی یکی از کسانی است که داره انتخابات درگذار میکنه و مردم یعنی دارن میرن پای همون صندوقای. اتفاقا جمهوری اسلامی یکی از نمونه های خوب همین خرید و فروش آراست، انتخابات تقلبی، انتخابات الکی، جناهایی که میان برای منافع خودشون فقط زد و بندهایی میکنن، و نمایندگان مجلسی که در اون مجلس نشستن و مطلقا نمایندگانی نیستن که به نفع مردم و کشور چیزی رو تصویب بکنن. اتفاقا نمونه بارز همین آرای اکثریت در 44 سال گذشته همون ابلهانی بودن که رفتن پای این صندوقای رأی و رأی میدادن و این انگشتشون رو میآوردن نشون میدادن، میگفتن ما به این بنفشیم امروز، پس فردا سبزیم، بعد روز آبی هستیم، حالا قرمزیم، و هر روز با یک رنگی اومدن رفتن رنگ انتخابات رنگارنگی رو در ایران شرکت کردن و رأی دادن، و اون نمایندگان و اون رئیس جمهورایی رو انتخاب میکنن که 44 سال
این وضعیت برای مردم و کشورمون رقم زدن، در حالی که ما در پیش از انقلاب که همچین بهانه های همچین بازی های نداشتیم. یک نخست وزیر، یک شاه بود که 35 سال موند و بجز خدمت و بجز سازندگی برای کشور کاری نکرد، و حتی ما رئیس ما نخست وزیرمون 13 سال موند و در تمام 13 سالی که نخست وزیر اون کشور بود، بدون هیچ فراز و نشیب این کشور، بدون هیچ تورمی، بدون هیچ نابسامانی، این کشور مثل دسته گل اداره شد. و روزی که اون نخست وزیر رفت، حتی یک پاپاسی نداشت از خودش، یک پیکان روز اول نخست وزیریش زیر پاش بود، تا روزی که انقلاب شد یک پیکان آبی سرمه‌ای زیر پای این نخست وزیر بود. نه بنز ضد گلوله داشت این مرد، نه 12 تا ماشین داشت، نه آقازاده و خانمزاده ها و فک و فامیلاش در خارج از کشور مشغول عیش و نوش و دزدی بودن، و هرگز نه یک نفر از افراد خانوادهش در هیچ پست و مقامی، صاحب پست و مقامی بودن. و اینها افرادی بودن که اون کشوری که پادشاهی بود و حکومت قانون بود و حتی خود شاهش با تمام افراد خانواده سلطنتی در برابر قانون با حسن آقا و حسین آقای تو کوچه بقال و چقال یکسان بودن و هیچ کس نمیتونست از اون قانون اون کشور در بره، و حتی خانواده سلطنتی هنگامی که وارد گمرکای کشور میشدن، بارها و بارها شاه دخت اشرف و شمس در گمرک ایران، گمرکی هاشون، اسناد پرداخت گمرکی های اینا در گمرک ایران بود. مثلا اگه پالتوی پوست از بیرون از کشور با خودشون آورده بودن، گمرکی پالتوی پوستشون رو پرداخت کرده بودن. نه مثل الان که 80 تا اسکله شخصی فقط سپاه پاسداران داره که از اونا جنس صادر و وارد میکنه به کشور بدون اینکه یک قرون گمرکی و مالیاتی به کشور ما و به اصطلاح گمرکات کشور پرداخت بکنن. همه چی از نفت صادر میکنن یواشکی و یک قرون پول نمیدن تا گاز، تا همه واردات و صادرات خاویار و فرش و پسته و همه طلا و اورانیوم، هر چی شما فکر کنید به این از این کشور صادر و وارد میشه بدون یک قرون پرداخت و گمرکی به گمرکات کشور. و اینها تفاوت دقیقاً کشورهایی است که اسمن آرای اکثریت و مردم پای اون صندوقای رأی میرن، و 90% اوقات هم نشون داده شده که عوام نه صلاحیت تصمیم گیری دارن و نه انتخاباشون در اکثر موارد انتخاب درستی است یا به صلاح خودشون و نسل‌های بعد و کشورشون. کاملا درست. در واقع می‌خواستم به همین موضوع اشاره بشه که فردا از این مبحث بر علیه ما یا به نفع جمهوری اسلامی استفاده نکنن. و ببینید، دموکراسی که جمهوری اسلامی ازش دم می‌زنه، هر 4 سال یه بار مردم رو به بازی می‌گیره، همون چیزی که غرب داره سال‌ها ازش سو استفاده میکنه و فقط یک نام و هیچ ربطی هم نداره به آزادی. باز مردم اینا رو اشتباه نگیرن، دموکراسی هیچ ربطی به آزادی نداره، حتی به آزادی بیان. الان در همین کشور آزادی بیان نیمی از جمعیتی که مخالف دموکرات ها هستن کلن در تمام تلویزیون ها، در تمام شبکه اجتماعی داره سانسور میشه، افرادو میگیرن میندازن زندان، افراد از کار بیکار میکنن. ما امثال اینها رو بسیار زیاد داشتیم، از دانشگاه بیرونشون کردن، از محیط کار بیرونشون کردن، بیزینس هاشون رو ورشکست کردن و اتفاقات بسیار بعد دیگه در این کشور متاسفانه دقیقاً صدای اگر اینجا آزادی صدای مردم بود که نباید رئیس جمهور توییترش بسته میشد. و در همه باز همچنان ببینید اینا بازیایی که به قول شما داره انجام میشه در سطح جهان، منتها هیچ جز به غیر از آگاهی مردم و بازگشت ملی گرایی و تبلیغ که نه، تلاش برای آگاهی مردم، هیچ راهی ما نداریم اگر نخواهیم بلند شیم و آگاه نشیم و نه وای نست جلوی این قدرت جهانی که جمهوری اسلامی هم یکی از همون دست نشانده های این قدرت هستش. ما مردم محکوم به نابودی هستیم، نه فقط کشورهای ما در خاورمیانه، بلکه تمام جهان محکوم به نابودی. کاملا همینطوره و آینده بسیار تاریکی در انتظار جهانه. سپاسگزارم ازتون بانو افسانه برای برنامه. سپاس از شما، بسیار استفاده کردیم. و جاوید شاه، پاینده ایرانی یک باشه. پاینده ایران و بدرود. تا برنامه بعد. بدرود.